عزیزان، می رویم با دکتر رضا حاضری گفتگو کنیم از استرالیا. درود بر شما آقای دکتر. درود بر شما جناب خلیلی و بر بینندگان عزیزتون در تلویزیون اندیشه. جناب خلیلی، قبل از هر چیز، چون این نخستین گفتگو ما هست، اجازه بدید که من از شما به عنوان یک ایرانی سپاسگزاری بکنم، به خاطر اینکه برای نخستین بار تحقیقاتم رو درباره ایران باستان در واقع در خارج از ایران، البته در داخل ایران منابع دیگری بود، اما در خارج از ایران نخستین بار با کتاب‌های شما شروع کردم و از کتاب فروشی شما در واقع منابعی رو تهیه کردم و نخستین منابعی که تهیه شد برای مجموعه 120 قسمتی میراث جاویدان ایران باستان رو، نخستین منابعش رو از کتاب فروشی شما تهیه کردم و از سهمی که در این سالها شما در گسترش و اطلاع فرهنگ و ادب ایرانی و تاریخ ایران داشتید به نوبه خودم سپاسگزاری میکنم. خیلی ممنونم، خیلی لطف دارین. من هم از شما بسیار سپاسگزارم. اجازه بدین اولین نکته‌ای که در مورد این مجموعه میراث جاویدان ایران باستان به نظر من میرسه اینه که شما فقط تکیه به ابنیه تاریخی ایران نکردین، مثلا فرض کنید تخت جمشید، پاسارگاد، طاق کسراست و دستاوردهای ایران باستان رو هم مورد نظر قرار دادید. لطف میکنید این نگاه شما به میراث ایران باستان رو دلم میخواد که شما یه مقدار بیشتری بشکافید. این نوع دید خیلی دید مهمیه. بله جناب خلیلی، همون گونه که میدانید فرهنگ و تمدن ایران در نوع اصیل خودش که مربوط به ایران باستان هست به شدت مورد هجوم و حمله اسلامگرایان همواره قرار گرفته و این هجوم و حمله و در واقع تخریبی که انجام دادن فقط مربوط به حمله اعراب در 1400 سال پیش نیست، که خب مسلم است جنایت‌هایی که کردند، کتابخانه‌هایی رو که آتش زدن، از جمله کتابخانه‌ای که در آن 1,000,000 جلد از کتاب‌های دست‌نویس که از هر کدام از آنها یک یا دو نسخه بیشتر نبود رو، بیش از 1,000,000 جلد کتاب رو از میان بردند و در کتابخانه دانشگاه جندی شاپور به بهانه اینکه هر آنچه که ما نیاز داریم در قرآن هست. بنابراین این فقط مربوط به این نیست. شما چرا من این نگاه هم یک کمی فرق داره با دیگران، در این است که من میبینم که تا به امروز حمله و هجوم به دستاوردهای ایران باستان ادامه داره. اسلامگرایان مختلفی تا به امروزی که من با شما صحبت میکنم، برای مثال آقای عبدالعلی بازرگان چندی پیش در صدای آمریکا یکی از این حمله ها رو انجام دادن و به طور کلی انکار منکر دستاوردهای ایران باستان شدن، یا افراد دیگری که حالا نمیخوام من نام ببرم، اینها از اسلامگرایان چه تندروش چه کندروش و چه میانه روش، اینها چون ایران باستان رو یک آلترناتیو برای خود میبینن دائم حمله میکردن. من واقعا خواستار حقیقت بودم، میخواستم ببینم که این آقایون راست میگن یا نه. بنابراین خودم دست به کار شدم و بجز همون گونه که به درستی شما فرمودید، بجز ساختمان‌های باستانی و آنچه که در سایت های باستانشناسی به دست آمده، به پژوهش درباره دستاوردهای علمی، فرهنگی، هنری، ادبی و حتی تکنولوژیکی یا شگردشناسی در ایران باستان پرداختم و در نهایت شگفتی منابع بسیار زیادی پیدا کردم به زبانهای پهلوی، به زبان اوستایی، در کتابهای یونانی، در کتابهای ارمنی، از جمله کتاب‌های آقای موسا خورناتی یا موسا خورنی در فارسی بهش میگوین، و همچنین خودم مستقیما در فعالیت‌های باستانشناسی که بزرگترین باستانشناس، یکی از بزرگترین باستانشناسان جهان به اسم آقای ویکتور ایوانوویچ سریانیدی در آسیای میانه یا سرزمین نخستین ایرانیان به اسم ایریا و ایجا انجام میدادن، به در چندین سال پیاپی در
در دو اکسپدیشن در هر سال شرکت میکردم. دستاوردهایی که در این راه و در این پژوهش ها به دست آمد، خلاصه اون رو به صورت 120 پژوهش شد. یعنی اول 115 تا بود، بعد رساندمش به 120 تا. و این 120 پژوهش رو من دو راه داشتم: یا اینکه من اون رو بخواهم به صورت کتاب منتشر کنم، که حتما همچین کاری هم خواهم کرد، ولی دیدم که اولویت امروزه و با توجه به اینکه نقش میدیاها و نقش تکنولوژی اطلاعات عوض شده است و دیگر امروزه کمی جوانان ما کمتر کتاب میخوانند ولی بیشتر فیلم میبینند، تصمیم گرفتم که این پژوهش ها را به صورت فیلم های مستند کوتاه منتشر بکنم، که این فیلم های مستند کوتاه در واقع بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت و دیدن اونها راحت تر است، چون همراه با تصویرها هست، همراه با بازسازی های انیمیشنی، بازسازی های کامپیوتری هست، و اینکه همزمان که در اطلاعاتی درباره دستاوردهای ایران باستان شخصی میگیرد، آن را در ذهنش بازسازی هم میکند. از این رو هست که دست به کار شدم و فقط هم همون گونه که شما به درستی و نکته مهمی رو اشاره کردید، به ساختمان‌های باستانی هم فقط اشاره نکردم که مثلا به تخت جمشید یا به فلان آتشکده. دستاوردهای ایران باستان در مثلا در الکتریسیته، یا اینکه برای خب این یک فکت علمی است که برای نخستین بار پیش از باتری ولتا در ایتالیا، خب در ایران باستان بیش از 1500 سال قبل از آن در واقع خب باتری الکتریکی وجود داشته و از این برای لعابکاری شمشیرها و برای در واقع حتی درمان بیماران روانی از طریق شوک الکتریکی استفاده میکردن. خب این دستاوردهای تکنولوژیکی که کمتر کسی درباره آن میدانست و در یک جمع محدود ایران پژوهان و ایران شناسان خلاصه میشد، رو اون رو به میان مردم کشاندم که در واقع انحرافات و دروغ‌ها و جعل‌های تاریخی که به ویژه اسلامگرایان ساخته بودند رو نشان بدهم که اینها تا چه حد ساختگی است و هیچ کدامش علمی نیست. خیلی سپاسگزارم. من خوب یادمه که جمهوری اسلامی آدم استخدام میکرد برای اینکه این 12 قرن ایران باستان رو که هخامنشیان، پارتیان یا اشکانیان و ساسانیان هستند رو بگوید که اصلا سکوت بوده، در ایران هیچ خبری نبوده، ایران هیچ گونه بالندگی نداشته، در حالی که در حوزه فرهنگی ایران، یعنی که به مراتب از ایران امروز ما بزرگتر بوده. اگر غرب هر بار خود نمایی میکرده، این تنها کسی که در برابر غرب یا در برابر یونان و روم کوس برابری میزده و شاید هم بالاتر بوده، ایران و حوزه فرهنگی ایران بوده. و این حقیقت، این تقابل مایه رشک کسانی است که کشور ایران رو به هر حال مسلط شدم بهش اعراب. و دیدم که شما در مورد آتشکده آذرگوشسپ هم یک مستند دارید. باید توجه این حضرات جمهوری اسلامی رو به این جلب کنیم که اکثر مساجدی که پس از تسلط اعراب بر ایران، یعنی در ایران زاییده شدن، در حقیقت آتشکده هایی بودن که به صورت قصبی گرفته شد و اینها رو تبدیل به مسجد و محراب و اینا کردن. جناب دکتر حاضری عزیزم، همینجوری که شما گفتین، از لحاظ بسیاری چیزها رو ایران باستان به دنیا عرضه داشته که از به قول معروف قاشق و چنگال بگیرید که در خرابه های باستانی تخت جمشید پیدا شده که نحوه غذا خوردن و بعداً قوم مسلط عربی که بر ایران مسلط شد یاد داد که ما با دستای خودمون غذا بخوریم، در حالی که ما پیش از اون یاد گرفته بودیم که با چنگال غذا بخوریم، چنگال رو در حقیقت اختراع کرده بودیم. شما الان در مورد تکنولوژی الکتریسیته صحبت کردین که برای من خیلی جالبه.
و میدونم یک فیلمی در این زمینه هم تهیه کردین. اگه اجازه بدیم با هم دیگه بریم اینو ببینیم و بعد شما برگردیم و یه توضیح بیشتری در مورد این پیل ولتا که فکر میکنن که ولتا اولین بار این پیل رو یا این باتری رو درست کرد، ببینیم ایرانیان چه کردن. و استوانه ای از برگه مس و یک میله آهنی با کاربردهای ناشناخته پیدا شدند. جایگاه پیدایی این یافته ها در بازمانده ها و ویرانه های باشندگان این سرزمین به هنگام اشکانیان بود. در نوشتاری که 2 سال پس از آن در سال 1940 به چاپ رسید، کنیگ آگاهی های بیشتری از این یافته بزرگ را گزارش کرد. بر پایه روال همیشگی، این یافته شگفت به نهاد باستانشناسی گزارش کردید. گروهی از سوی موزه ویژه رسیدگی به این کاوش شدند و بررسی بیشتری را در تپه خیوط ربوعه بر دوش گرفتند. در روند کاوش های پسین، ابزارهای شگفت دیگری نیز به دست من رسیدند. یک ظرف که بیشتر همانند گلدان بود و سفالی به رنگ زرد روشن که گلوگاهش برداشته شده بود و یک استوانه مسی که درونش با قیر نگهداری می شد، بیش از بخش‌های دیگر کنجکاوی ما را به خود واداشته بود. درازای آن 15 سانتی متر و لوله استوانه‌ای ساخته شده از برگه مسی که از یک سو با یک برگه مسی و در بالای آن یک میله آهنی اکسیده شده و یک لایه قیر که در جای خود جاسازی شده بود نیز دیده می شد. میله آهنی به اندازه 1 سانتی متر از لایه قیر نگه دارنده بیرون آمده بود که پوششی فراگیر به رنگ خاکستری بود و نمایی همانند سرب داشت. این میله در بخش پایینی استوانه نچسبیده، چرا که یک لایه نازک 3 میلیمتری از قیر از کف ظرف دورتر بوده است. جناب حاضلی عزیزم، درود مجدد، بفرمایید که داستان این پیل ولتا چه بوده است؟ پیل ولتا بله، ایرانی بله. البته بله، پیل ولتا از نوع ایرانی یا پیل ایرانی، ما اسمشو باتری ایرانی گذاشتیم. البته در پژوهش‌های ایران شناسی به این باتری باتری اشکانی میگن، یعنی به خاطر اینکه در دوران اشکانیان ساخته شده بود، ولی ما برای اینکه این فیلم ها رو بعداً میخواییم که به زبان انگلیسی هم دوبله بکنیم اینها رو و با زیرنویس انگلیسی هم باشه، و چون خیلی ها خب اشکانی رو شاید ندونن انگلیسی زبان ها، ما نامش رو باتری ایرانی گذاشتیم. درباره عرضم به حضور شما که این پیل، من همونگونه که خودتون مستحضر هستید جناب خلیلی، الکتریسیته و اختراع الکتریسیته آنقدر در تمدن بشری نقش مهمی بازی کرده، کشف اون، در واقع کشف چنین نیرویی، که میتوان تاریخ رو به 2 بخش تقسیم کرد: تا اختراع، تا کشف الکتریسیته و بکارگیری اون، و بعد از کشف الکتریسیته و بکارگیری اون. خب این اون چیزی بودش که امروزه همون گونه که شما فرمودید در کتاب‌های رسمی این به ولتا و گالوانی ایتالیایی نسبت داده میشه و اینها در واقع گویا در قرن 17 یا 18 اینها میآیند و این رو کشف میکنن و این نیرو الکتریسیته رو، و بعد از اون به بعد این پیل اختراع میشه و بعد این تکنولوژی دائم تکمیل میشه تا به امروز میرسه. اما جالب اینجاست که در ایران باستان و در دوران اشکانیان همباره مسئله رازآمیز بود که باستانشناسان برای اون پاسخی نداشتند و آن لعابکاری ها بود. یعنی آثار بسیار زیاد باستانی به دست آمده بود که اینها لعاب طلا داشت یا لعاب نقره داشت، در صورتی که مثلا فلز عادی بوده است این رو لعاب داده بودند. این رو دانشمندان می‌دانستند که لعابکاری دانشی است که باید با جریان الکتریسیته انجام بشه، اما هیچ گونه نمی‌دانستند که چه پاسخی برای آن پیدا کنند، تا اینکه ویلیام کونیک در واقع یک باستانشناس اتریشی در اوائل سده 20 تصمیم میگیره که پژوهش‌های انجام بده و در نزدیک تیسفون یا کاخ آن موقع پایتخت در واقع اشکانیان، در خانه یک موبد ایرانی
تعداد زیادی پیل رو پیدا میکنه و متوجه میشه که این موبد این رو برای درمان برخی بیماری ها چون پزشکم بوده استفاده میکرده. بعدش دوباره این پیل رو در چند جای دیگه پیدا میکنن در مناطقی به اسم خیات ربوعه در نزدیکی تیسفون که در اونجا متوجه میشن که برای لعابکاری از این استفاده میشده. اینها یک الکترودی در یک کوزه بوده و روی اون با قیر گرفته شده بوده که ما در این فیلم ها بازسازی کامپیوتری کردیم این باتری رو و افزون بران با در واقع سعی کردیم که با هنرپیشگانی که همونجور که دیدید که اون صحنه پیدا شدن اون پیل ها بود رو تمام این رو بازسازی بکنیم. بنابراین این نیروی عظیم، این در واقع دانش بزرگ که یک تکنولوژی بسیار بزرگی در جهان باستان بوده که تا امروز در واقع مادر همه تکنولوژی ها هست، در دوران اشکانیان در چیزی نزدیک به 1800 یا 900 سال پیش در ایران وجود داشته که از اون استفاده هایی می شده چه هم در پزشکی و هم در صنعت که حتی آثارش هم به دست آمده که چگونه لعابکاری ها و غیره رو انجام میدادن. این یک دانش بسیار بزرگی است و امثال این البته بسیار زیاد، ما فیلم های بسیار زیادی ساختیم، اما الکتریک سیستم من فکر میکنم یکی از جالب ترین ها باشه برای اینکه یکی از نخستین فیلم هایی بود که ما ساختیم. در انانس فیلمتون چیزی که آدم متوجه میشه همجور که اول برنامه گفتم، این مثلا فرض کنید گاه شماری ایرانیان باستان، این خب خیلی جالبه که ما بدونیم که تقویم ایرانی یک تقویم خورشیدی بوده نه تقویم بر اساس گذشته ماه، حتی در دوران ایران باستان. اگر لطف کنید یک توضیح در این زمینه بدین ممنون میشم. بله، ما سه تا فیلم در واقع سه تا فیلم درباره ستاره شناسی و گاه شماری در ایران باستان، حتی درباره ستاره بینی هم ساختیم. درباره گاه شماری یکی از بهترین تحقیق هایی که در ایران باستان انجام شد در اوایل سده گذشته یک دانشمند ایرانی به نام استاد ذبیح بهروز بود که ایشان از همکاران ادوارد براون بودند و ایشون درباره گاه شماری در ایران باستان تحقیقات بسیاری کردند. ایشون کتابی دارند به نام تقویم و تاریخ در ایران باستان و در اونجا نخستین محاسبه ها رو، چون خودشان هم ریاضیدان علاقه من به تحقیقات تاریخی بودند، نخستین محاسبه ها رو انجام دادند و نشان دادند که تقویم و گاه شماری در ایران باستان دقیق ترین تقویم جهان هست تا به امروزی که من دارم با شما صحبت میکنم. یعنی دقت ریاضیات و دقت محاسبه در ایران باستان و به ویژه در گاه شماری تا اندازه‌ای هست که تا به امروز که عصر الکترونیک هست، عصر اینفورمیشن تکنولوژی، تکنولوژی اطلاعات هست و نانو تکنولوژی هست، تا به امروز دقیق ترین گاه شماری جهان رو بر پایه گاه شماری خورشیدی ایرانیان باستان اون رو داشتن و محاسبه کرده بودند. بر پایه کارهای استاد ذبیح بهروز یکی از ریاضیدانان ایرانی به نام استاد احمد بیرشک کتابی رو منتشر کرد به نام کتاب گاه شماری 3000 ساله و بعد گاه شماری ایرانی برای 5000 سال. و این گاه شماری هایی که ایشان انجام داد بر پایه رصد خیام است و خود رصد خیام بر پایه رصد زرتشت در رصدخانه نیمروز سیستان است. و جالب اینجاست که مدارک این گاه شماری، یعنی اون مدارک اصلی که پیدا شد و بر پایه اون استاد ذبیح بهروز و احمد بیرشک کارهای اون رو ادامه دادند، از برگه هایی بود به زبان متعلق به مانویان در تورفان چین که در اوایل سده بیستم پیدا شد. در اونجا تقویم اقوام مانوی که از ساسانیان در از زمان ساسانیان در واقع از ایران مهاجرت کرده بودند به دلایل سیاسی، اون تقویم پیدا شد چون در خود ایران همه از بین رفته بود، در تورفان چین پیدا شد و این تقویم ها که به زبان پهلوی مانوی هست که در مانویان بدان صحبت میکردن و به خط و به زبان آنها هست، سر آغازی شد برای محاسبات استاد ذبیح بهروز و کتاب. جناب آزلی عزیزم متاسفانه وقت برنامه‌مون تموم شده.
اجازه بدید که بگم که این مجموعه میراث جاویدان ایران باستان رو دوستان میتونید از شرکت کتاب دریافت بکنید، همچنان که خود آقای دکتر خازلی خواستشون بوده. من فرصت‌های دیگر رو میذارم که با دکتر خازلی بیشتر از اینا صحبت کنم، متاسفانه فرصتم تمومه و میخوام خداحافظی کنم. دکتر خازلی خیلی خیلی سپاسگزارم از اینکه در این برنامه شرکت کردین، با هم دیگه گفتگو میکنیم. خواهش میکنم، با سپاس از شما جناب خلیلی، امیدوارم که باز با هم گفتگو بکنیم. بدرود. بدرود.